السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، دوستان عزيزي نسبة توفيق الله سبحانه وتعالى وبرزوي سيات وافيات كامل شما غاز ميكونيم درسي 28 را از مضمون نحو السمستر سوم. دوستان عزيز، یک دو سه تمرین از درس گذشته از موضوع گذشته مانده بود، میاریم به طرف تمرینات مستقیما که وقت را از دست ندهیم. تمرینات مرور میکنیم و درس جدید آغاز میکنیم. درس گذشته ما و شما نائب فاعل بود و بنای صیغه های مجهول بود. خب دوستا، به تمرینات بریم. تمرین هشتم فکر کنم تا مجرسیده بودیم. ميقول كعين الفعل المجهول المبني للمجهول ونائب الفاعل في الآيات والأحاديث التالية بواضحة تحتهما. ميقول تعين كنين في المبني للمجهول ونائب فاعل شهدو تارة تعين كنين در آيات وحديثة كي در زيل ذكر ميشا تعين شياس كي در زيرش خط بماني. خب دوستاني عزيز، الله سبحانه وتعالى فرموده هست كي يا أيها الذين آمنوا، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي كسانك شما إيمان آوردين فرض گردانیده شده بر شما روزه، مثل که فرض گردانیده شده بود بر امتهایی که قبل از شما بود. امتهای آسمانی یهود و نصارا اینا همه روزه دارن، روزه داشتن، یعنی در دینشان بودن. حالا کتیبه که هست دوستان عزیز، کتیبه مبنی المجهول است، یک صیغه مجهول است. الصیام با کتیبه متعدیل هست، دانیست که لازمی است که باز ما بگویم که جر مجرورش نایب فاعل است، بلکه متعدی می باشد. کتابت خود به خود صورت نمی گیرد، یک کسی می باشد که خط نوشته می کنه، طبعا متعدی هست. و صیامو که هست دوستان عزیز، این به نائب فاعل هست. کتیبه دیگه هم چیز است، مجهول است، صیغه مجهول است. در آیات دیگه الله سبحانه وتعالی فرموده هست که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. شهر مبارک رمضان شهری است که در قرآن نازل شده که هدایت است برای انسان ها و علاماتی بسیار واضح هست، دلایل هست برای هدایت و جدا کردن حق از باطل. به هر حال چیزی که مهم است برای مشما منزله هست، صیغه مجهول است و قرآن نبی فاعلش هست. و در آیات سیوم الله سبحانه وتعالی فرموده است و انذرهم یوم الحسرت قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. اینا را بین بدهید از روزی که روز حسرت و ندامت و پشیمانی هست، وقتی که فیصله صورت بگیره و اینها در غفلت هست و ایمان نمیاره. قضیه مطلب ما و شما قضیه هست، قضیه صیغه مجهول است و امر نائب فاعل هست. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. و اذا قرئ، قرئ صیغه مبنی للمجهول هست، قرآن نائب فاعل هست. رسول الله صلی الله علیه و گفته انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میگم فرستاده شدم صرف الله سبحانه وتعالی که اخلاق نیکو، اخلاق شرافتمند را پورا بسازم. رسول الله صلی الله علیه وسلم در اخلاق یک ارزش هست، از قیم هست. اگر سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و اخلاقش مطالعه شود، دیگر صداقتی به صداقتی یه حدیث پی میبریم. و مفهوم مزهون یه حدیث از آیت هم تاین شده و اینکا لعلا خلق عظیم ولو کنت فضا غلیظ القلب لن فضا من حولک. در قرآن چنین جای به یه اشاره شده به اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله که اخلاقش عظیم بود، اخلاقش خوب بود. خب بعثتو
كي هاس إيم مبني للمفعول هاس تشيس صيغة مجهول هاس يا مبني للمفعول ميجو يا مبني للمجهول ميجو هادو تعبير كي هاس سيميشا خوب ده إيجا بس زميرش نايب فاعل هاس كي تا هاس حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكان بوشانده شده دوزخ بشهوات راي رفتن بدوزخ بشهوات وراي رفتن بجنت بمكان يعني دي اگرچه مقصدی اتواد سم برای مقصد ما و شما نیست مقصد بیان کردن اینا و ترجمه کردن اینا فقط یعنی اما معنا و مفهوم جملات را بدانیم و بس قواعد میتونیم که خوب سرش جاری بسازیم حفت به معنای پوشانده شده یعنی در کسی که در رای شهوات میره هر چیز که نفس براش گفته او انسان به دوزخ میرسانه و بعض چیزها هست که مطلب مکاره یعنی شما ببینید که از خواب خیستن به نما سخت است خصوصا در شب شبای کوتا یا در سردی ها وضو گرفتن مثلا صدقه و مال دادن از جیب خود فیصد دادن تقریبا سخت است لکن این راه هست که انسان را به جنت میرساند همراه یک کس کمک کردن دست یک کس گرفتن مهنت کردن همراهشان اینا کارهایی هستن که سخت هستن لیکن انسان به جنت میبره اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل اجر ما كان يعمل مقيما صحيحا وقتی که یک انسان مریض شوا مسافر شوا براش اجر و پاداش نوشته میشه مثل که یک وقت مقیم بود یا صحیح بود یا کسی هست که حالا مثلا صحیح است درست هست و مقیم هست مسافر نیست خانش از کدام اعمال اجرا میکنه از خود حزب قرآن داره میخوانه یک بخش قرآن روزانه مثلا نمازه میخوانه روزانه کدام کارا که انجام میده وقتی که مسافر شدی کارا رو انجام داده نمیتونه یا مریض شد انجام داده نمیتونه الله سبحانه و تعالی امی اجر جاری میسازه یعنی اجر وقت صحت براش میده ای فضل الله هست اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار ابواب النار وصفدت الشياطين وقتی که روزه میایه باز میشه باز کرده میشه دروازه های جنت باز کرده میشه فتحت صیغه مجهول است که تعلق به بحث ما و شما داره ابواب که هست این نائب فاعل هست غلقت بسته میشه دروازه های آتش غلقت صیغه مبنی للمجهول است ابواب باز نائب فاعل است و صفدت بسته میشه از شیاطین شیطان ها بسته میشه صفدت مبنی للمجهول است شیاطین این نائب الشیاطین که هست شیاطینو این نائب فاعل هست خب شیطان هم ایگه بسته میشه لیکن شما دیدین که در رمضان هم بعضی کارا صورت میگیره لیکن بعضی کارا به خاطر نفس اماره هست و تطبیق احادیث توست که بعضی کارا زشت که از بعضی انسان های مومن ها سر میذاره ای به حرکت و تشویق نفس اماره میشه خب تدریب نهم است دوستا یک مرور سریع بکنیم در وقت زیاد هم نیست وقت زود میگذره اثبات اواخر کلمات فی الجمل التالیه ضبط کنین حرکت ممانین شکل بتین اخر کلمات در جملات کی می عرضت الصور فی المعرض عرضت الصور باید به زمین را بشه عرض شد پیش کرده شد عکس در نمایشگاه معرض نمایشگاه است صور عکس را میگه دیگه است صور شما به زمه بخونید چون که عارضت فعل هست صور نائب فاعل است بو فعل مجهول است یمنح الفائزون جوائز ثمینه داده میشه اعطا میشه برای کسانی که کامیاب شدند این عمای قیمتی سمین یعنی که قیمت داشته باشه یمنحو
فعل مبني للمجهول اسفا ايزون اين اي بفاعل است چون كي جمع مذكر سالم باز حالت رفيش بواو هست جوائزه اي باز من چيزش هست مفعول هست شما ميدونين كي فعل دو مفعول ميخواستن منح الانسان كل ما يحتاجه في الدنيا داده شده برای انسان هر چیزی که در دنیا برایش ضرورت داره. خب شما میدانید که بعضی ضروریات هست، بعضی حاجیات هست و بعضی تحسینات هست. اکثرا مردم ضروریاتش پوره هست، یعنی ضروریات چیزی را گفته میشه که زندگی بغیر از او پیش نمیره، زندگی مختل میشه، نظام زندگی. حاجیات بس آن چیز را گفته میشه که نظام زندگی را فلج نمیکنه اگر نباشه، لکن با مشقت رو برو میکنه. و تحسینات بعضی هست که مثلا زندگی نظام زندگی فلج نمیکنه، با مشقت هم رو برو نمیکنه. مثلا عطر استعمال کردن، عطر این مثال تحسینات هست. دیگه هر چیز انسان داشته باشه، اگر عطر نداشته باشه خب نظام زندگیش برا هم نمیخوره. هزم المنتخب الوطنی فی شوط الاولی، در اینجا که از منحه مبنی المجهول است الانسانو، باید شما انسانو بخوانی نسخه تری که نائب فاعل هست، حکم فاعل داره، مرفوع میباشه. هزم المنتخب الوطنی فی شوط الاولی، شکست داده شد منتخب الوطنی، کاندید وطنی در دور اول. شوط الاول، شوط یعنی در دور اول. ما و شما در انتخابات میگیم که انتخابات به دور دوم رفت و فلان شد. خب هزیما به معنای شکست است، المنتخب و ایره باید به زما بخونیم. احرقت المحاصيل الزراعية من قبل الإرهابيين، سوختانده شدن حاصلات زراعت از طرف تروریستان، دهشت افغانان، ارهابی دهشت افغان تروریست گفته میشه. خب درد داده شد، سوختانده شد، مبنی المجهول است. احرقت المحاصيل ایر باید از ما بخوانیم چون که نائب فاعل است. لا يسأل المجانين يوم القيامة عن ذنوبهم، پرسان کرده نمیشه دیوانه ها در روز قیامت از گناه ها، چون که اینا مرفوع الکلام هست. کسی که دیوانه باشه یعنی مدار تکلیف شرعی عقل هست. وقتی که کسی عقل نداشته باشه، عقل از خود دست، از دست داده باشه، دیگه امراش حساب کتاب صورت نمیگیره. رفع القلم عن ثلاثه، مثل که رسول الله گفته از طفل و از کسی که خواب باشه و کسی که عقل نداشته، مجنون باشه. مرفوع القلم دیگه، فلانی مرفوع القلم هست. و اینا باز میتو مذاقا در میان دوستا و چیزا استعمال میشه. مرفوع القلم است یعنی مکرای او را به حساب نمیگیره، یا سخنای یا کسی را که اهمیت نمیده. خب المجانین یوم القیامت یسألو، المجانین یوم القیامت، لا یسألو المجانین یوم القیامت عن ذنوبهم. خب یوم القیامت یه نائب فاعل است، مجانین مجانون باید میبود، یه نائب فاعل نیست. خب ينفى مرتكب الجرائم إلى سجون محكمة حتى لا يفروا. ينفى نافي ميشا برد ميشا مرتكب الجرائم، كساني كي ارتكاب مرتكب جرائم شده، دس بجرائم زده، با زندان هاي محكمة تاكي فرار ناكنا. ينفى في المجهول اس، خب فعل مجهول است، نائب فاعلش مرتکب الجرائم الى سجون. مرتکب الجرائم جمله در محل چیز است، چون که شما میدانید که وقتی که لازم بود پس نائب فاعلش فرق میکنه،
ماستر معمار و جر مجرور معمار و ظرف معمار. خب تشاهد المسلسلات التركية في بلاد العربية دیده شده. سریال های ترکیه در کشورهای عربی المسلسلاتو تشاهد مبنی المجهول است، مسلسلات نائب فاعل هست. خب دوستان عزیز، به این ترتیب تمرینات بود. خب تمرین دوم یک مرور میکنیم، چون که کتاب در ترکیه نوشته شده، اکثر چیزا از ترکیه میاره، معرفت شاعرای ترکیه میکنه یا شعرای ترکیه میکنه یا حتما از ترکیه نام میبره. اقرأ القطعة التالية ثم عين الأفعال المبنية للمجهول ونائب الفاعل. يقول فتح اسطنبول، فتحت مدينة اسطنبول على يد السلطان محمد الفاتح سنة 1453 الميلادي. فتحت بالمجهول اسم مدينة نائب فاعل هس. خب میگو فتح شد شهر استانبول به دست سلطان محمد فاتح در تاریخ، و اتخذت عاصمت لدولت العثمانیه، مقرر شد یا تعیین شد شهر استانبول عاصمه یعنی پایتخت برای دولت عثمانی. در وقت دولت عثمانی پایتخت ترکیه استانبول بود، بعد در وقت اتاترک به انقره انتقال یافته و تا حالا فکر کنیم انقره پایتختش است. خب عاصمه تو این نائب فاعل است و اتخذ، شما میبینید که صيغه مجهول است. وفي عهد السلطان محمد الفاتح نشرت المدارس في كل بلاد. در وقت سلطان محمد الفاتح نشرت يعني پخش شد مدارس و مکتبها در همه کشور. و احترم العلماء و دانشمندان احترام شد. نشرت فعل مجهول است و المدارس نائب فاعل است. احترم فعل مجهول است، العلماء نائب فاعل است. و وجهت العنایه تو توجه زیاد داده شده. العنایت به یک چیزی عنایت کردن، توجه کردن، و وجهت توجه داده شد. وجهت ایج به معنای در فارسی دادن به این معنا میکنیم. العنایه به معنای توجه، توجه برایش مبذول گردید نحو العلم و به طرف علم. وجهت یعنی مجهول است، مبنی للمجهول است، العنایه نائب فاعل است. وعقدت المجالس العلمية في اسطنبول، دائر قردت مجلسها علمي تار اسطنبول. قدت قدر شغهاي مجهولة زيادة لوردك بأندازة زيادة. خب مفيد هاسي مقطع لكن وقت ما شما زيادة قريفت. وقدت مجهولة صيغة مجهولة مجالس نائب فاعل. وفي تلك المجالس استخدم المنهج العلمي، در این مجالس استخدام شد، به کار گرفته شد المنهج العلمی، روش علمی. استخدمه مبنی المجهول است، المنهج نائب فاعل است. و الفت کتب قیمه فی کل مجالات العلمیه، تعلیف کردید. الفت فی المجهول است، کتب نائب فاعل است. قیمه کتاب های با ارزش كل مجالات العلم، در هر ميدان علمي، در هر بخش علمي. وقد حكم السلطان الفاتح بالعدل بين الرعية وأساس الناس بالرفق واللين. وقد حكم السلطان بالعدل، حكم كات حكم راني كات بعدالات بالدرمياني رعية خود، وأساس الناس بالرفق واللين. سياسات كات يعني أمور فيش بود، سياسات بمعنى پیش بردن امور هست، معنی همی عربیش. کان یسوس هم انبیا رسول الله سلام گفته که در وقت بنی اسرائیل سیاست اینا در دست انبیا شدن، یعنی کارایش امورش اینا به پیش می بردن. و میگوی که سلطان محمد بر رفق و لین، نرمی و شفقت، مسائل رعیت را پیش می بردن. و کان محبا للعلم و العلماء، و بود که محبت داشت به امرای علم و برای امرای دانش و دانشمندان علم و علما.
يحترمهم ويقدم لهم كل أسباب الراحة براش احترام براش بيش ميكاد حما أسباب راحة وسهولتها. فنهزت الدولة العثمانية في عهده علما وأخلاقا. بس حركات كان بحركات درمان نهزة بزبان عربي ميقوي از شوية خود برخواستن جنبیدن نهضت هم معنی جنبش ها را میگویه، حرکت ها را میگویه، یعنی حرکتی به پیش کرد در وقت علم و اخلاق. مادتا و معنا علم پیشرفت کرد، اخلاق پیشرفت کرد، مادتا و معنا چیزای مادی پیشرفت کرد و چیزای معنوی پیشرفت کرد. عمت البرکت الاسواق، عام شد برکت در شهرها. یک چیز هست، وقتی که در کدام کشور عدالت وجود داشته باشد، در او کشور باز سهولت های زندگی و راحت و حتی برکت و چیز زیاد است. حتی اگر کشور کفری باشد لکن عدالت داشته باشد، بعض از کشورهای کفری هستند و رفایی این عدالت در بسیار مغازهش بور از هر چیز هست، مردمش راحت هست. او باز یک چیز روحانی هست که بعضی ها امرای سوالات ها خودکشی میکنند، دست خودکشی میزنه و دلش از زندگی سیاه میشه، او جانب روحی هست. لکن در شانهایش سوالات ها و چیزا وجود می داشته باشه. او میگوید که محمد سلطان محمد فاتح عدالت میکرد و برکت و چیزا زیاد بود. و اتجهت الرایت لسلطان محمد. خب دوستان عزیز، سیغای زیاد مجهود ما شما خواندیم و تعیین کردیم، وقتی ما به فایان رسید و این وقتی بیشتر میگیرم، انشاءالله چیزی نمانده که مشکل باشد. ما برای همه شما آرزوی صحت و عافیت میکنیم. موفق سرویران باشید. السلام علیکم و رحمت الله.